آقای بنی‌ساز، خیلی متشکریم که شما زحمت کشیدید و به استودیوهای تلویزیونی تشریف آوردید. ای کاش این برنامه میتونست مستقیم پخش بشه، لایف به قول فرنگی‌ها، و تماشاگران میتونستن خودشون سوالات رو مطرح بکنن و ما مستقیم جواب بدیم. انشاءالله که دفعه بعد، یعنی بعدا، بتونیم این کار بکنیم. اولین سوالم از جناب علی این است که شما شخصی هستید مسلمان، از خانوادتون معلوم هست، تمام زندگی نامتون معلومه، اختلاف شما با جمهوری اسلامی چی بوده یا چی هست؟ اختلاف خلاصه کنیم این می شود که خدا یکیست، همه میگن، خصوص بعد از اینکه این قسمت کمونیسم به دنیا هم رفت، زیرش در اومد کلیسا و این هر بانه هم شد که مذهب همه جا هست. الا اینکه دو جور میشه گفت خدا یکیست، یکی بر اساس فلسفه ارسطو که به فارسی میشود ثنویت تکمیل بری، به قول شما به فرنگی میشود دوالیسم اونیپولر، میشه گفت خدا یکیه. اگر اینجور گفتی خدا یکیه، بشر میشود موجود اینا چیست، تکلیفی پیدا نمی کند جز اطاعت از نمایندگان خدا. اما قرآن ما جور دیگه هم بیان کرده یگانگی رو خدا رو، اون بر اصل توحیده. توحید یعنی یگانگی جستن، همسانی جستن، بر این اصل هم خدا یکیست. اما انسان آزاد می شود، رشد و ترقی و هدایت همه چیز به دست خود او می افتد، به دست فرد انسان ها می افتد، و نماینده خدا پیدا نمی کند تا کسی از او اطاعت کند. پس مثل اونهایی که به این خدا باور می کنند، باید با مشارکت با هم امور زندگی خودشون رو ترتیب بدهند. این می شود به اصطلاح یگانگی خدا، این طرفش می شود دموکراسی، اونم نوع کاملش، یعنی دست دموکراسی بر اساس مشارکت. اون طرفش میشه حضران هم میگه خدا یکیه، چنانکه فرعون هم نگه خدا دوتاست، میگه خدا یکیه، اون طرف میگه منم. این دعوای اصلی اینجا از اینجا شروع میشه، این است که اونها رفتن روی خط این که خدا یکیست و نمایندهش ولایت مطلقه فقیه هست، و این آوردن مرسل اسلام و کشور رو تون ببینه. آقای نیسا، شما جزء بنیانگذاران جمهوری اسلامی بودید و اگه بخواد بشورم یک سال و نیم مثل این که رئیس جمهور جمهوری اسلامی بودید. اون دوره درست اون دوره کشت و کشتار بود، دوره محاکمات بود، دوره آیت الله خلخالی بود. یه سوال تقریبا شخصی است، چطور اگه چنانچه اولا که مخالف این دادگاه ها بودید یا موافقش، و اگه مخالفش بودید چه زودتر خودتون کنار نکشید؟ من قیاس میکنم به، چون در اروپا دارم زندگی میکنم، مثلا میتونم فکر کنم در اروپای غربی حداقل اگه کسی با سیاست دولتش موافق نباشه میری کنار، میری کنار، یا اگه خطای واسش وجود داشته باشه که خب اصلا مملکت ترک میکنه، چون که شما خطری کردید. بله، این سوال بود که ناراحتی وجدان داشتید یا موافقش بودید؟ نه، دو تا چیز مطلب جداست. من در دوره ای که آقای خلخالی ادامه رو می فهمیدم رئیس جمهور نبودم، بعد شدم. اما فرق می کنم، مثلا مثلا این است که یک رویه غلطی رو موافق بودم، مخالف بودم، سکوت کردم یا مخالفت کردم، مبارزه کردم. در اولین اعدام که 4 افسر بود، سر شبی پسر آقای خمینی مرا دید در حیات خونه خیابان ایران خیابانی حضرت علی، گفت که آقا گفتن شما این با این زندانی ها بدرفتاری شده، شما به اینها یک دلداری بدید که نه اینجا حکومت قانون هست، حکومت اسلام هست، معنویت سر. خیلی خوشحال شدم، گفتم عجب آدم با معنویتی هم. بسیار خوب پذیرفتم، رفتم اونجا. اون هم گفت من هم با شما میام، اونم با من هم.
افسرها در یک اتاق بودن، آقای حویدا در یک اتاق دیگه. من براشون صحبت کردم که در تحقیقات که شما داشتید اینها در این نظام نخواهد بود، در قانون است و عدالت است و اصرار به حفظ حقوق شما بیشتر است، برای اینکه شما متهم شدید و الان هم اینجا گرفتارید. خب بعضی از اونها از جمله ربیعی خیلی به هیجان آمده گریه کرد و اینها. صبح اون روز در ساعت 7 صبح خبر گفتن که 4 تا از اینها رو قبل از رفتن ما اعدام کرد. من رفتم پیش آقای خمینی، گفتم آقا شما مثل که میخواستید که مرسومی که قربانی گوسفند قربانی میکنن نواد میذارن دهنش و آینه میگیرن جدا صورتشو، مثل که نقش من این بوده، شما اگر میخواستید اینا شب اعدام کنید پس چرا من اونجا فرستادید؟ گفت اونها این چپی ها سو استفاده میکردن. بعد اون نصیری با دستش علامت های میداده و این سواکی ها شبا در خیابان ها و اشخاص رو ترور میکردن و اگر ما قاطعیت به خرج نمیدادیم خونها زیادی رفته میشد. گفتم اینا هیچ مجوزی برای کسی که خودتون مرجع تحلیل میدانند و انقلابی که خود رو اسلامی میدانند نیست، برای اینکه شما گفتید حکومت قانون، حکومت قانون دیگه چپی استفاده میکند و راستی که میگوید و این با دست اشاره کرد اینها جور در نمیاد. و همون روز روزها در دانشگاه صنعتی من صحبت میکردم، این صحبت مال اون روزه، گفتم من با این اعدام ها مخالفم، حالا هم به شما میگویم اگر حالا نایستادی که رو این اعدام ها گرفته نشد از بدترین ها شروع میکنن به بهترین ها خط خواهد شد. قربانی های آینده این بساط اعدام که رفت شما جوان ها هستید. خیلی متاسفم که این پیشبینی پیدن به حقیقت نیست. حالا تمام این مدتی که بوده اونها الان سازمان های بین المللی هستن، می توانم به شما شهادت دارم هنوز هم با همکاری دارم، ولی اون وقت تمام مدت ما با عفو بین المللی و سازمان های دیگر حقوق بشری اصرار داشتیم که شما از بیرون ما هم از داخل مانع این راه افتادن این خط که متاسفانه در قالب انقلاب ها پیش میاد بشویم. اون چه توانستیم ایستادیم. حالا غیر از ما اگر کسی بوده متاسفم ها، و مثلا اینجاست که در اون زمان همه انقلابی رو در این میدونستن که باید مسابقه بدهن در تقاضای اعدام، و من هر جا میرفتم برای صحبت عمومی ترین سوال این بود که چرا شما با اعدام طاغوتی ها مخالفید، و من هر بار همین توضیح که الان دادم برای اونها میکنم.